باید جوری حرکت کنید که او احساس کنه نمیتوانی تصویر را گسترده تر کنیم نه فقط یک اتاق فکر یا یک نقشه روی دیوار بلکه یک بازی زمانی طولانی از سالهایی که مفهوم هایپرسونیک هنوز یک واژه علمی و آزمایشگاهی بود تا امروزه که به یکی از جدیترین کابوس های پدافندی جهان تبدیل شده است در این بازه ایران نیز مانند بسیاری از بازیگران دیگر از جایگاه ناظر به بازیگر فعال نزدیک شده و همین تغییر جایگاه از که پرسش آیا ایران به دفاع هایپرسونیک نزدیک می شود را به پرسشی چند لایه و عمیق تبدیل می کند برای فهم این مسیر ابتدا باید درک کنیم که دفاع هایپرسونیک اساسا چرا تا این حد دشوار است موشک های هایپرسونیک فقط سریع نیستند آنها نظم سنتی جنگ موشکی را به هم می ریزند پدافند شما جزوه سامانه های بالستیک کلاسیک مسیر نسبتا قابل پیش بینی دارند و کروزها هرچند پنهانکارترند، اما سرعت محدودتری دارند. هایپرسونیک ها ترکیبی از بدترین ویژگی ها برای مدافع هستند. سرعت بسیار بالا، ارتفاع متغیر، منوف پذیری و کاهش زمان واکنش به حدی که گاهی کل چرخه کشف تصمیم و شلیک به چند ده ثانیه محدود می شود در چنین شرایطی دفاع موفق دیگر یک رویداد نیست بلکه نتیجه هماهنگی بینقص چندین لایه فناورانه و انسانی است ایران در این معادله از یک نقطه خاص شروع کرده و این نقطه تجربه طولانی زیستن زیر تهدید است دهها مواجه با برتری هوایی و موشکی دشمنان بالقوه باعث شده نگاه ایران به پدافند نگاهی صرفا تاکتیکی نباشد بلکه بخشی از هویت راهبردی کشور شود این تفاوت مهمی است کشورهایی که پدافند را افزونه میبینند معمولا به دنبال خرید یک سامانه خاص هستند اما ایران پدافند را شبکه میبیند و دقیقا همین نگاه شبکه محور است که در دفاع ضد هایپرسونیک حیاتی است اگر لایه اول دفاع را کشف زود هنگام بدانیم باید بپذیریم که ایران در این لایه به طور جدی سرمایه گذاری کرده است توسعه رادارهای دوربرد آرای فازی و ماورای افق در ظاهر شاید پاسخی به تهدیدات هوایی متعارف باشد اما در عمق این ابزارهایی هستند که بدون آنها هیچ امیدی برای مقابله با اهداف هایپرسونیک وجود ندارد هایپرسونیک ها در ارتفاع و سرعتی حرکت می کنند که تنها رادارهای خاص و شبکه شده قادر به ایجاد تصویر عملیاتی از آنها هستند ایران با اتصال این رادارها به یکدیگر و ایجاد همپوشانی اطلاعاتی عملا در حال ساخت چشمهایی است که شاید هنوز کامل نباشند اما هر سال دقیق تر می شوند پس از دیدن نوبت به فهمیدن می رسد مرحله که اغلب دست کم گرفته می شود فهمیدن یک هدف هایپرسونیک یعنی تشخیص اینکه با چه تهدیدی روبرو هستید در چه فازی از پرواز قرار دارد و مهمتر از همه احتمالا به کجا می رود اینجاست که نقش داده های بزرگ مثل هوش مصنوعی و الگوریتم های پیش بینی برجسته می شود دفاع هایپرسونیک بدون این ابزارها شبیه تلاش برای گرفتن سایه با دست است نشانه های غیر مستقیم از توجه ایران به این حوزه در تاکید بر سامانه های فرماندهی و کنترل یک پارچه دیده می شود سامانه هایی که نه تنها اطلاعات را جمع می کنند بلکه آنها را تحلیل و اولویت بندی می کنند اما حتی اگر بهترین تصویر و دقیق ترین تحلیل هم وجود داشته باشد باز هم مسئله اصلی پا بر چگونه باید رهگیری کرد این نقطه ای است که بسیاری از تحلیل ها متوقف می شوند زیرا انتظار یک پاسخ ساده وجود دارد یک موشک، یک شهلیک، یک انهدام واقعیت اما بسیار پیچیده تر است در برابر هایپرسونیک رهگیری میتواند اشکال مختلفی داشته باشد انهدام مستقیم، ایجاد اختلال وادار کردن هدف به مانور شدید و در نتیجه کاهش دقت یا حتی مجبور کردن آن به مصرف انرژی بیشتر تا از پروفایل بهینه خارج شود همه اینها اگرچه شاید در رسانه ها پیروزی قاطع تلقی نشود اما در دنیای واقعی جنگ کاملا تعیین کننده اند ایران احتمالا در این مرحله بیش از آنکه که به دنبال گلوله نقره ای باشد به دنبال ترکیب روش هاست افزایش سرعت واکنش سامانه های موجود بهبود دقت رهگیرها و ایجاد هم میان سامانه های مختلف می تواند در مجموع اثری مشابه یک دفاع ضد هایپر سونیک کامل ایجاد کند حتی اگر هیچ کدام از اجزا به تنهایی چنین ادعایی نداشته باشند این همان فلسفه ای است که در دیگر بخش های دکترین دفاعی ایران نیز دیده می شود پراکندگی تنوع و لایبندی، بندی نکته کلیدی دیگر تجربه ایران در توسعه موشک های تهاجمی پیشرفته است ورود به حوزه هایپرسونیک تهاجمی صرفا یک دستاورد تبلیغاتی نیست بلکه به معنای دسترسی به دادههایی است که برای دفاع حیاتی اند کشوری که خود با چالش های حرارتی، آیرودینامیکی و هدایت در سرعت های بسیار بالا دست و پنجه نرم می کند، بهتر از هر ناظر خارجی می داند که این سلاح ها کجا آسیب پذیرند. این دانش به مرور و به صورت طبیعی به حوزه دفاع منتقل می شود، حتی اگر هرگز به صورت رسمی اعلام نشود. از منظر راهبردی باید به این پرسش پاسخ داد که ایران اصلا چرا به دفاع هایپرسونیک بازدارد. پاسخ در مفهوم بازدارندگی نهفته نه است هایپرسونیک ها قرار است غیر قابل دفاع باشند سلاح هایی که با ایجاد قطعیت در اصابت طرف مقابل را فلج می کنند اگر این قطعیت خدشدار شود حتی اندکی تمام فلسفه وجودی آنها زیر سوال می رود ایران دقیقا روی همین نقطه کار می کند تبدیل قطعیت دشمن به تردید در چنین شرایطی حتی یک دفاع ناقص نیز میتواند تاثیر تأثیر راه بردی داشته باشد نباید فراموش کرد که دفاع زده های پرسونیک یک مسابقه کوتاه مدت نیست حتی قدرت های بزرگ جهان نیز هنوز در حال آزمایش خطا و اصلاح هستند بنابراین مقایسه ایران با نقطه پایان دیگران مقایسه گمراه کننده است مقایسه درست مقایسه روند هاست ها و روند ها نشان میدهند که ایران از مرحله انکار یا بیتفاوتی عبور کرده و وارد مرحله سرمایه گذاری هدفمند شده است در جمعبندی اگر بخواهیم تصویری شفاف ترسیم کنیم باید بگوییم ایران احتمالا هنوز صاحب یک سامانه رسمی و اعلام شده ضد های پرسونیک نیست اما در حال ساخت پازلی است که قطعات آن یکی یکی در جای خود قرار می‌گیرند رادارهای بهتر، شبکه های فرماندهی سریعتر، رهگیرهای دقیقتر و مهمتر از همه ذهنیتی که تهدید هایپرسونیک را به عنوان یک مسئله حل نشدنی میبیند نه یک سرنوشت متوهم و شاید همین مهمترین دانستنی این سناریو باشد در دنیای امروز دفاع ضد هایپرسونیک الزامن با یک رونمایی بزرگ آغاز شود گاهی با سکوت یا آزمونهای کوچک با بهبود رکودهای تدریجی و با کاشتن بذر تردید در ذهن دشمن شکل می گیرد ایران دست کم بر اساس نشانه ها در همین مسیر حرکت می کند مسیری که پایانش هنوز مشخص نیست اما جهتش کاملا قابل تشخیص است اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم با تشکر از همراهی شما